خب به نام خدا. حجر است یک قبل وارد مبحث حد شدیم، گفتیم حد در واقع یک انقلابی در واقع ریاضیات و بعد در علوم کاربردی ایجاد کرد و واقعا ابزار بسیار بسیار قوی در مطالعه جهان پیرامون و ایجاد تکنولوژی ها در واقع به دست آورد. خب مفهوم حد رو اومدیم اولین بار گفتیم که تو اون در واقع اشکال هندسی دیدیم که مثلا دایره یه شکل هندسی بود که خیلی وقت پیش ها در واقع توسط ریاضیدان تهیه شده بود، کشف شده بود، اما که اصلا مثل شکل های منتظم نبود، نه ذیل داشت و نه زاویه داشت و این شکل در واقع فضایی، این شکلی که توی مجموعی اشکال منتظم قرار نمی گرفت به کمک اشکال منتظم و مفهوم حد به وجود اومد، انگاری که از اشکال منتظم محیط درون یک دایره وقتی حد میگیم از لا به سمت بی‌نهایت میل میکنه دیگه شکل منتظم خودش رو از دست میده و به دایره میرسه. اینجوری که مشخصه حد در واقع فضای پایه رو عوض میکنه، انگاری که اشیاء رو از زمین وارد کره خاکی وارد یک کره یا فضای دیگه میکنه. بنابراین حد این قدرت رو داره که شکل در واقع افرادی رو موجوداتی رو که از حد بگیریم در نهایت به هم بزنیم، یعنی میتونیم از اعداد گویا حد بگیریم به سمت اساس اسم برسیم، میتونیم از اسم ها حد بگیریم به گویا برسیم. خب در ادامه داستان مفهوم حد اومدیم مفاهیم دنباله ها رو گفتیم. چرا دنباله ها مهم بودن؟ دنباله ها به کمک اعداد طبیعی ساخته میشدن. یه جمله عمومی داشت به نام آن و ما گفتیم ما در مورد آن ها رو بررسی میکنیم با فرمول FN و هر عدد طبیعی رو برمیداریم تو این فرمول قرار میدیم آن ها محاسبه میشن. اما عدد طبیعی شکلشون چجوریه؟ عدد طبیعی شکلشون به صورت 1, 2, 3, N تا الاخر و میری به سمت بی نهایت. اولین جایی که میشه بی نهایت رو قشنگی تو عدد طبیعیه تو شمردن، چون بعد از هر N به اضافه ایجاد میشه از بالا بیکرانه. اگر طبیعی رو به صورتی که از بالا بیکران هست در نظر بگیریم، گفتیم آینه ها در بی نهایت چه میشه؟ یعنی آیا مفهوم آی بی نهایت رو میدونیم چی هست؟ این نوشتار رو گفتیم غلط حق و داریم کار رو بکنیم، چون بی نهایت به عنوان یک عدد طبیعی در نظر گرفته نمیشه. و بعد اومدیم عبارت آن لیمیت آن به سمت بی نهایت رو به جای این جایگزین کردیم که از حد آن وقتی این میره به سمت بی نهایت صحبت میکنه، یعنی وقتی این بزرگ و بزرگتر میشه آیا آن ها به عدد خاصی نزدیک و نزدیکتر میشن، که این عبارت رو گفتیم حد تو دنباله آن و آن ها بر اساس این مفهوم به دو دسته همگرا و واگرا در واقع تبدیل شدن. مثال زدیم لیمیت مثلا 1/(n)^2 / 1n به سمت بی نهایت مساوی با 0 یا لیمیت n به اضافه 1 تقسیم بر n منهای n به سمت بی نهایت برابر است با 1. بنابراین دنباله های همگرا به وجود اومدن، دنباله هایی که وقتی n زیاد و زیادتر میشه و به سمت بی نهایت میل میکنه مقادیر آن ها یا fn ها متمرکز میشن به یک نقطه، کانورج میشن یا همگرا میشن به یک نقطه. اینجا مفهوم همگرایی در مفهوم حد و تکنولوژی حد بیشتر خودشو نشون داد. حالا آماده ایم که راجع به توابع صحبت کنیم. ببینید توابع ایگرگ مساوی اف ایکس در مورد حد اینها چی میتونیم بگیم. خب ما در بخش اول اعداد طبیعی رو گفتیم خودش چون بیکران هستش اون کران نه آخرش رو برای مشخص سازی مفهوم آی بی نهایت به تکنیک حد نیاز داریم. خود عدد حقیقی هم همین جوریه. عدد حقیقی رو تو محور حقیقی رو این در نظر بگیریم از دو سمت این دیگه واقعه چیزه نامحدوده، از سمت راست به سمت مثبت بی نهایت، از سمت چپ به سمت منفی بی نهایت. حالا میتونیم راجع به رفتار تابع اف صحبت کنیم در این بی نهایت ها. اینجا هم چاره‌ای بجز معرفی حد و تکنولوژی حد نداریم، یعنی لیمیت fx وقتی x میره به سمت بی نهایت. خب این چیه؟ آیا برابر عددی مثل L است؟ این یعنی چی؟ یعنی وقتی x از سمت راست بزرگ و بزرگتر میشه، هر چقدر دورتر میشه
مقادیر افکت ها نزدیک و نزدیکتر به یه عدد ثابت L میشن. پس هر چقدر X ها بزرگ و بزرگتر میشوند از سمت راست، آنگاه مقدارهای FX به عدد ثابت L نزدیکتر میشوند. این در واقع مفهوم در واقع کلامی این جمله است. از لحاظ ریاضی این رو معنا میکنن به این، چون فحصه نزدیکی هست، برای نزدیک شدن دو عنصر دو عدد به هم دیگه شما کافی بگید اون دو عدد فاصله شون کوچیک و کوچیک‌تر میشه. دلتا رو مثبت بگیرید، مثلا 1/1000، 1/1000 به توان 1000، یا 1/ مثلا 10^10، این عددهای بسیار بسیار کوچیکی هستن. وقتی فاصله دو عنصر از اعداد کوچیک‌تر میشه، اون دو تا یعنی به هم نزدیک میشن. برای من ما مفهوم نزدیکی رو میتونیم بگیم فاصله شون کوچیک‌تر از اپسیلون میشه، فاصله شون هر چقدر دلمون خواد کوچیک‌تر میشه. بنابراین این مفاهیم و این گفتارهای کلامی در واقع معنی منطقی و منطق ریاضی دارن. به زبان ریاضی این چیزی که اینجا نوشتید به این صورته: به ازای هر اپسیلون مثبت وجود داشته باشد یک ام مثبت، یعنی به طوری که این طور، یعنی ساشتت به طوری که وقتی ایکس ها بزرگتر از ام میشن، آنگاه قدر مطلق اف ایکس منهای ال کوچکتر از اپسیلون میشه. چی گفتیم؟ وقتی ایکس ها بزرگ و بزرگتر میشن، شما اینجا ام رو لحاظ میکنید، اینجا ام رو لحاظ میکنید، اینجا ام رو، هر چی ام رو هر جا گرفتید ایکس از ام بزرگتر میشه، هی داره چیکار میشه؟ هی دور میشه. وقتی ایکس ها رو هی داریم دور میکنیم، بزرگ و بزرگتر میکنیم، اف ایکس ها به ال نزدیک میشه، چون به ازای هر عدد مثبته، یعنی اینا خیلی به هم نزدیکتر میشن. بنابراین این در واقع معنی ریاضی در واقع چی هستش؟ لیمیت اف ایکس، ایکس به سمت بی نهایت مساوی باشه. من توی درس قصد ندارم این مفهوم اثبات کردن منطق ریاضی رو از شما بخوام. شما رو یاد بگیرید مفهوم و نگاهش در واقع نحوه نوشتارش رو ببینید و بپذیرید و درکش کنید، اما بعد اثبات از شما رو نمیخوام، به خاطر که بحث حساب دیفرانسیال انتگرال بحث محاسبات تا بحث اثبات، و این در واقع برای اثبات های ریاضی به طور تخصصی تر مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین ما به شما تکنیک هایی رو خواهیم گفت که بدون اثبات بتونید از اونها چیکار کنید، استفاده کنید از قضیه های کمکی و حدها رو دوباره چیکار کنید به دست بیارید. این نکته رو خیلی توجه کنید. نکته مهم اینه که از لحاظ هندسی معنی این چیه. من از ابتدای کار هر وقت خواستم صحبت کنم گفتم سه تا عبارت در ریاضیات مهمه: یکی جبر، یکی هندسه، یکی منطق. لطفا توجه کنید. و زبان که رو در قسمت ابتدای اشاره کردم بشون، منطق و زبان برای نوشتن و استدلال مفاهیم ریاضی مهمه، مثل همین. اما جبر و هندسه، جبر گفتم فرموله کردن عبارت رو به شما میده، هندسه به طور شهودی و به طور شکلی کمک میکنه شما مفهوم بفهمید. این معناش چیه در واقع از لحاظ هندسی وقتی بخواییم باش کار کنیم؟ من اگه یک محور مختصات در نظر بگیرم به این صورت، وقتی میگیم وقتی x به سمت بی نهایت میل میکنه، fx به سمت l میل میکنه، مثلا نگاه کنیم شما x مساوی با l رو فرض کنید، میگید تابع مقدار x l، خط l دیگه مساوی با n، حالا تابع رو در نظر بگیرید به این صورت، این تابع fx باشه. این تابع fx چی میشه؟ وقتی x داره به دور میشه، میره به سمت بی نهایت، مقادیر fx دارن نزدیک میشن به l. اصلا میگن اسیمپتوتیک یا مجانب، جمع به هم قرار گرفتن، کنار هم قرار گرفتن، به هم نمیرسن، قطع نمی کنن، اسیمپتوتیک. وقتی که مجانب بخواید، مجانبات چون افقی هم هستن بهش میگن مجانب، هوریزنتال، مثلا مجانب های افقی به
بهش میگن مجرای افق. در واقع معنای هندسی این همون مجانب افقی هست که ما از قبل مطالعه میکردیم و باشون در واقع کار میکردیم. باز به همین صورت همین حد وقتی ایکس به سمت منفی بی‌نهایت میره. پس وقتی من دومین چیزی که از حد استفاده میکنم رفتار تابع وقتی که ایکس میخواد به انتهای نهایی سمت چپ و راست عدد حقیقی برسه رو بررسی میکنم. اینجا هم هیچ چاره‌ای به جز استفاده از تکنولوژی حد ندارم. یعنی قسمت بعد میشه حد اف ایکس ایکس به سمت منفی بی‌نهایت این دفعه ای بشه دل. این یعنی چی؟ از لحاظ ریاضی هر چقدر مقدار x کوچک و کوچکتر می شود، از لحاظ منفی کلن اعداد کوچکتر می شود و مقدارهای fx به عدد ثابت l نزدیکتر می شود. ببین وقتی بخواهیم کوچیک‌تر بشیم دفعه ام رو اینجا بگیریم، از هر اگه ام مثبت باشه منفی بزنیم بیاید منفی میشه اینجا دیگه، ایکس ها باید اینو کوچیک‌تر بشن. معنی ریاضی این باز زبان منطق ریاضیش به ازای هر اپسیلون مثبت وجود داشته باشد یک ام مثبت، به طوری که به ازای هر ایکسی که از منفی ام کوچیک‌تر میشه آنگاه قدر مطلق اف ایکس منهای ال کوچکتر اپسیلون بشه. باز به زبان ریاضی، اما از منظر در واقع هندسی هم بخوایم بهش نگاه کنیم به این مفهوم، باز نشون دهنده در واقع مجانبهای افقی میشه که در منفی بی‌نهایت رخ میده. به مثال اگه بخوام اشاره کنیم به این مسئله، این دفعه از مقادیر سمت به سمت منفی بی‌نهایت که میل میکنیم، مثلا چنین تابعی مثلا در نظر بگیرید ایک اف ایکس هستش، لیمیت اف ایکس، حالا اگه من این خط هم بگیرم خط ال، وقتی ایکس به سمت منفی بی نهایت میل میکنه، ایکس وقتی دور میشه به سمت منفی بی نهایت میل میکنه، مقادیر اف ایکس میان مجانب میشن به ال، دوباره مجانب افقی ایجاد میکنه. پس هر دیل حد در بی نهایت لیمیت اف ایکس ایکس به سمت منفی بینار و مثبت بره وقتی برابر مقدار عدد آل میشه یا لاندا میشه، یعنی مجانب افقی رخ داده برای تابان شما و این موضوع بسیار حائز اهمیت در مطالعه حد ها. مثال اگه بخوایم بزنیم تابع مثلا اف ایکس به طور جبری مثال بخوام بزنم و این مفاهیم رو ببینم، تابع اف ایکس مساوی با یک ایکس رو با هم نگاه کنیم، تابع اف ایکس مساوی با یک ایکس رو، خب لیمیت اف ایکس ایکس میده به سمت بی نهایت مساوی با لیمیت یک ایکس رو، ایکس بره به سمت بی نهایت مساوی با صفر و لیمیت اف ایکس ایکس بره به سمت منفی بی نهایت لیمیت یک بر ایکس ایکس بره به سمت منفی، این هم برابر با صفر میشه. و اگر این تابع رو شما رسمش کنید در واقع خود در نقطه صفر تابع تعریف نمیشه، هوموگرافیک هم هست تابع، شبیه تابع اینجوری هستش در واقع به این صورت و به این صورت. تو مقادیر منفی ایکس کاملا منفیه، تو مقادیر مثبت مثبته، حالا تو صفر چه اتفاق میفته حد بعدی که اشاره خواهم کرد، ولی در نهایت در منفی و مثبت بی نهایت نگاه کنید، ایکس به سمت منفی بی نهایت که میل میکنه و ایکس به سمت مثبت بی نهایت که میل میکنه، مقادیر قرمز رنگ رو نگاه کنید، میان مجانب میشن بهشون، میان چیکار میکنن؟ مجانب میشن به اینا. پس در واقع خط ایگر مساوی با صفر مجانب افقی تابع اف ایکس مساوی یک ایکس رو میشه. این در واقع نمونه مثال ها. در حالت کلی این مسئله میشه به این در واقع تعمیم داده بشه، یک بر ایکس به توان پی، اگه پی رو مثبت اختیار کنید لیمیت این ایکس به سمت مثبت یا منفی بی نهایت میل کنه برابر با صفر میشه، لیمیت یک بر ایکس به توان پی باید مثبت باشه توان، اگه توان منفی بشه میاد صورت منفی رو بی نهایت رو به هم میزه تا عدد بر بی نهایت رخ بده و مقدار صفر رو ایجاد کنه.
از این قواعد میتونید استفاده های مختلفی رو کنید. مثلا تو کسرها، قالب کسرها یه چیزی مفاهیمی توشون هست، توابع کسری یعنی کوشن فانکشن ها، توابعی که تقسیم دو تا چند جمله‌ای به وجود میاد. مثلا نگاه کنید اینجا گفته حد مثلا هشتی، حد هشتی تقسیم بر یک به اضافه تی دو وقتی تی میره به سمت بی نهایت رو حساب کنید. این مساوی است با از تی دو مخرج فاکتور میگیره و تی صورت میشه لیمیت در واقع هشتی تقسیم بر تی دو در یک، یک بر تی دو به اضافه یک وقتی تی میره به سمت بی نهایت. این مساوی رو تی با تی دو حذف کنیم میشه یک عبارت جبری ساده کنیم میشه هشت بروی در واقع تی ضرب در یک بر یک بر تی دو به اضافه یک. این لطفا نگاه کنیم تی بره به سمت بی نهایت و اینجا مساوی میشه یک بر تی دو حدش میشه چند؟ یک بر بی نهایت میشه صفر، میشه یک یک و هشت بر تی هم میشه در واقع صفر حدش، چون لیمیت این صفر حد این میشه یک، برابر میشه با صفر ضرب در یک مساوی با صفر. در واقع کس هشتی بر تی دو به اضافه یک حدش برابر با چند میشه؟ میشه صفر، که برای ما خیلی مهم. یه نکته خیلی جالب، همه توابع قرار نیست مجاذبه افقی داشته باشن و قطعا در بی‌نهایت یه رفتار از خودشون نشون بدن. ببین مثال مثلا تابع معروف اف ایکس مساوی با سینوس ایکس یا کوسینوس ایکس، این توابع در بی‌نهایت حد ندارن. این توابع در بی‌نهایت حد ندارن. ببینید این لیمیت سینوس x وقتی x میره به سمت بی نهایت این موجود نیست. ما در وجود حد در بی نهایت گفتیم عدد ثابت L موجود باشه که مقادیر سینوس fx در بی نهایت به سمت L نزدیک بشه. خب ببینید چه اتفاق میفته. من عدد بزرگ رو انتخاب کنم، مثلا x1 رو بگیرید مثلا 2p، x2 رو بگیرید مثلا 20p، x3 رو بگیرید مثلا 200p، x مثلا 4 رو بگیرید مثلا 2000p و به همین صورت، و x مثلا n رو بگیرید مثلا میگم هر کدوم دو تا n منهای 1 0p، یعنی خیلی n منهای 1 تا 0 حالا عدد میشه. اگر همه مقادیر رو جای سینوس بذارم، سینوس x1 مساوی با سینوس x2 مساوی با همینجور تا الاخر مساوی با سینوس در واقع xn مساوی با 0، همه اینا چون کاپی هم دیگه، دو کاپی هم، سینوسشون برابر با 0 میشه. حالا یا میتونم بگم حد سینوس 0؟ عجله نکنید. وقتی میری به سمت بی نهایت همه اعداد رو شما میبینید و به سمت بی نهایت میرید. ببینید پیوسته حرکت میکنید به سمت بی نهایت. یکی از چیزهایی که حرکت میکنه دو پی هاست، دو پی، 20 پی، 200 پی، 2000 پی و دو ان منهای یک صفر و پی که عدد خیلی بزرگه. رو همه اینا سینوس ها میل میکنن به سمت صفر. اما یه نفر دیگه میگه خب شما این رو حساب کردید، من با یه شکل دیگه تو بی به سمت بی نهایت حرکت میکنم، چون بی نهایت همه اینا رو شامل میشه. در واقع یکی از اینها یکی از این دنباله ها نیست که اختیار میکنید. میگه خب شما به چه صورت حرکت میکنید؟ میگه من همینی که شما نوشتید، مثلا با یک رو میگیرم جز تی یک بذارم، تی یک رو میگیرم مثلا دو پی به اضافه پی رو، بعد تی دو رو میگیرم 20 پی به اضافه پی دوم، بعد تی سه رو میگیرم 200 پی به اضافه پی دوم، و به هر صورت که حرکت میکنم تی ان ها تعریف میکنم دو صفر 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 ان منهای یک تا صفر پی به اضافه پی دوم به همین صورت. اینجا اینم باز تی ان ها هم میرن به سمت بی نهایت. وقتی ان بزرگ و بزرگتر میشه تی ان هم میره به سمت بی نهایت. اما سینوس تی یک میشود یک، سینوس تی دو میشود یک تا آخر، سینوس تی ان به ازای هر ان میشود چند؟ یک، چون
دو کاپی بذاری پی دوم دو کاپی میفته سینوس پی دوم میشه یه جور با این فرمت میری به بی‌نهایت سینوس ها به سمت یک میرن با این فرمت به سمت بی‌نهایت میری سینوس ها به سمت صفر میرن یعنی چی یعنی سینوس در بی‌نهایت به عدد ثابتی همگرا نمیشه بین یک و منهایت همش حرکت میکنه بنابراین این حرف درسته حد سینوس x به سمت میاد موجود نیست خب بعدا خواهیم دید که حد کوسینوس x به سمت بی نهایت هم موجود نخواهد بود نیست چون در جبر توابع حد دار اشاره خواهیم کرد اگه توابع حد داشته باشه توابع دومش حد داره یک منهایت اون هم حد داره پس میبینید که کوسینوس هم باید حد داشته باشه پس این هم سینوس کوسینوس در بی نهایت حد نداره توابع نمایی رفتار جالبی رو در بی نهایت خودشون نشون میدن بذار توابع نمایی رو یه بار دیگه با هم نگاه کنیم توابع نمایی چی بودن؟ وقتی که متغیر x در توان قرار میگرفت در نما قرار میگرفت مثل آب دو به توان x، سه به توان x یا یک دوم به توان x به همین صورت دیگه توابع نمایی گفتیم به صورت fx exponential function exponential function یا توابع نمایی خب f x بود a به توان x به شرطی که a مثبت باشه خب دو حالت برای a میگیریم a بین 0 و 1 باشه a بین دوتر از 1 باشه چون 1 به درد نمیخوره 1 بجا میشه تابع ثابت پس a دوتر از 0 و a مخالف چند بود 1 حالا لیمیت a به توان x وقتی x میده به سمت بی نهایت a بین 0 و 1 باشد میشه 0 و لیمیت a به سمت x x به سمت بی نهایت میشود بی نهایت وقتی که a بزرگتر از 1 باشه تو این حالت دوم و تو حالت اول ببینید رفتاری حالا اگه شکلشون رو بخواییم انگلیسی ببینیم وقتی a بین 0 و 1 در واقع اینجوری حرکت میکنه تمام توابع نمایی از f صفر و یک عبور میکنن به میگن نقطه معبر گذر چون آب توان صفر در هر آی مثبت میشن میشه یک پس همیشه اینجا عبور میکنن این تابع در واقع چی هستش؟ آب توان x برای آقای بین صفر و یک مثلا یک دوم به توان x یک سوم به توان x مثلا f x مساوی با مثلا یک پنجم به توان x خب یک پنجم که x میاد طرف مخرج دیگه در واقع مساوی یک پنجم به توان x هستش یا در قسمت دوم اگه بخوایم شکل رو رسم کنیم اگه آب مثبت باشد اینجوری میشه دوباره در نقطه این 0 و 1 این نقطه 0 و 1 آب توان x برای آقای بوتر از 1 fx شکلش اینجوریه به سمت منفی بی نهایت میره میشه 0 مثبت میاد میشه مثبت میاد و اینجا اینم تیپیکه این که در واقع لیمیت آب توان x به سمت منفی بی نهایت میشود چی میشه مثبت بی نهایت اینجا لیمیت آب توان x به سمت منفی بی نهایت میشود 0 این دو رفتار توابع نمایی در بی نهایت رو خواهید دید یکی از اعداد بسیار مهم که تو توابع نمایی خیلی مورد استفاده قرار میگیره عدد نپر عدد اویلر نپر بهش میگن اویلر هم بهش میگن با این هم بهشون میگن این اول اکسپوننشیاله تابع اف ایکس مساوی ای به توان ایکس این چقدره این برابر است با 2.71 رو خونده از یک بزرگتره وقتی رسمش میکنن شکلش این فرمیه این شکل این تابعه تابع ای به نمای x بعدن میگم ای از کجا به دست اومده چون نیاز به مفهوم بیشتری داریم این ایگره مساویه با ای به توان x در تمام توابع نمایی رو از بعد با اکسپوننشیال کار میکنم که گفتیم لوگاریتم مثلا در مبنای ای هم بهش میگیم ln ای که حالا بعدن بیشتر از روش صحبت میکنه در این امرخشی لوگاریتم با ln x نشون میده اینجوری که خیلی عدد مهمی عدد نپر بعدم باش کار میکنم پس تابع در بی نهایت پس وقتی خواستیم حد f(x) رو بگیریم x به سمت بی نهایت
دو تا بینهایت میتونیم بگیم، یه مثبت بینهایت، یه منفی بینهایت. چه عددی میتونه باشه اینجا؟ میتونه ال باشه، میتونه بینهایت باشه، میتونه منفی بینهایت باشه. مقادیری که حد اف ایکس میتونه بگیره، حد در بینهایت یا میشه عدد ثابت ال، میشه مجانب افقی، یا میشه بینهایت یا منفی بینهایت که مثل اینا که در واقع واژه‌ها میشن به سمت در واقع فضای مورد نظر رو. من میتونم مثال های مختلفی هم راجع به در واقع حد بینهایت بشه بینهایت بزنیم، دیگه خیلی در واقع بدیهی باش کار کردن، مثل تابع اف ایکس مساوی با ایکس دو، مثل ایکس سه، اینا حدشون در بینهایت رفتار بینهایت به خودشون میگیره. بذارید یک مثال دقیق بتونم مثال بزنم که مشخص بشه حد اونجا بده رفتار در خودشون میگه. لیمیت x2 x به سمت بی نهایت میشه بی نهایت، لیمیت x2 x به سمت منفی بی نهایت میشه منفی بی نهایت، بخش مثبت بی نهایت، لیمیت x3 x به سمت منفی بی نهایت میشه منفی بی نهایت. نرو فقط داشته باشید که اینا به در بی نهایت رفتاری دیگه مجانب ندارن. این حرفا یه اتفاقی که میفته در حدها، مثلا شما میگید لیمیت این دو تا تابع fx به اضافه جی ایکس رو میخوای حد بگیرید، یا ضربشون یا منهاشون وقتی ایکس به سمت بی نهایت میل میکنه، یا اف ایکس به توان جی ایکس، لیمیت اف ایکس به توان جی ایکس رو میخوای از حد بگیرید، ایکس به سمت در واقع بی نهایت، چند تا عبارت امکان داره در حد بی نهایت اتفاق بشه. میگن صورتهای مبهم حد در بی نهایت. این خیلی مهمه. اینا بعدها با کمک تکنیک هوپیتال به اینا بیشتر توجه میکنیم. صورت های مبهم در بی نهایت اینه که بی نهایت منهای بی نهایت اینجوری هم نمایش میدیم، بی نهایت ضرب در صفر، یا بی نهایت به توان صفر، یا یک به توان بی نهایت. اینا بهش میگن صورت های مبهم. بینید مبهم تفاضلی، بینید مبهم ضربی، بینید مبهم توانی. به این دوتا مبهم های توانی بشون کرد. حالا چرا نه مبهم هم؟ ببینید وقتی که شما یه حدی رو محاسبه میکنید در نگاه اول میشه بینید نهایت، نمیتونید به تشخیص بدیم که واقعا این چه وضعیتی داره، حد داره نداره. به این مثال توجه کنید. مثال مثلا لیمیت x منهای x، اینجور بگم نمیسم که شکل مبهم نمیخوام در واقع علامت مبهم رو استفاده کنم، تابع x منهای x وقتی x میره به سمت بی نهایت، لیمیت x2 منهای x وقتی x میره به سمت بی نهایت، لیمیت x2 منهای x2 به علاوه 1 وقتی x میره به سمت بی نهایت. در همه اینا مبهم بینهایت منهای بینهایت رخ میده. نگاه کنید در نگاه اول که به اینا نگاه میکنیم بینهایت منهای بینهایت رخ میده، اما اینجا این تابع صفره، هر نقطه هم بذاریم x با x حذف میشه، به سمت بینهایت هم که میل کنید باز این برابر با صفر هستش. بنابراین لیمیت x منهای x x به سمت بی نهایت اینجا شده صفر، یعنی بی نهایت منهای بی نهایت حد شده صفر. در اینجا لیمیت در واقع از x2 که فاکتور بگیریم میشه یک منهای x هم میشه x2 در یک منهای x هم x به سمت صفر که بی نهایت که میری میکنه این میشه عدد بر نهایت میشه صفر، یک منهای صفر میشه یک، یک در بی نهایت میشه بی نهایت. لیمیت در واقع x2 منهای x منهای 1 x به سمت بی نهایت این مساوی است با این، با این هست میشه، میشه صفر میشه منفی 1، یعنی یه جا شده صفر شده تو بی نهایت، اگر برعکس میشه میشه منفی. پس بی نهایت منهای بی نهایت وقتی نگاه کردیم نمیتونیم تشخیص بدیم چی حد موجوده یا نه، این مبهمه، باید رفع ابهام بشه تا ببینیم وضعیت حد چطوریه. پس اینجا واگراست، اینجا منهای یکه، اینجا مثبت، اینجا صفره. این نکته رو توجه در همه اینهای وضعیت وجود داره. صورتهای مبهم رو باید رفع ابهام کنیم.
روش های مختلفی برای رفع پام وجود داره، مثل مثلا عبارت های جبری، مثلا زرد در مزدورت این حرفا که من نمیخوام، گفتم بچه ها رو تو بخش های فرمی در واقع وقتتون رو صرف کنم. در ادامه وقتی که مشتق رو از طریق حد ساختیم، قاعده هوپیتال به ما کمک میکنه که این مبهمه رو با یه تکنیک و قوی تر از تکنیک هایی که ما تو ذهنمون تو عبارت های جبری هست حل کنیم. حد دیگه نگاه کنید، لیمیت رادیکال x2 به اضافه 9 منهای x به سمت بی‌نهایت. میگه اینو حساب کنید این حد رو. خب من چیکار میکنم؟ میشه بی‌نهایت منهای بی‌نهایت، چون بی‌نهایت به تقابل میشه بی‌نهایت، ریشه بی‌نهایت مثبت میشه بی‌نهایت، اینم میشه میشه مبهم بی‌نهایت منهای بی‌نهایت. برای این کار بیم چیکار کنیم؟ من رادیکال x2 به اضافه 9 منهای x رو مساوی میگیرم با x2 به اضافه 9 کسرش باشه جذرش منهای x در رادیکال x2 به اضافه 9 به علاوه x تقسیم بر رادیکال x2 به اضافه 9 به اضافه x در مزدوجش در رو تقسیم کردم. حالا چه اتفاق میفته؟ مساوی میشه. این در این، اینم در این، میشه آرومن های ویدو دیگه، میشه x2 به اضافه 9 منهای x2 تقسیم بر رادیکال x2 به اضافه 9 به علاوه x. x2 ها هست میشن، میشه 9 به روی رادیکال x2 به اضافه 9 به اضافه x. درسته؟ حالا اگر حد بگیریم از این، یعنی از این حد گرفتیم، یعنی از این حد گرفتیم، یعنی از این حد گرفتیم، این میشه چی؟ رادیکال بی‌نهایت تقابل به اضافه میشه بی‌نهایت، به اضافه میشه عدد بر بی‌نهایت میشه صفر. این عبارت مبهم شد صفر. این هم یه رو دیگه رفع پام بود که انجام دادم. پس بنابراین ما بی‌نهایت و بی‌نهایت رو به صورت مبهم لحاظ میکنیم. خب یه بی‌نهایت مبهم دیگه هم داشتیم که من اینم بنویسم که جا نمونه، بی‌نهایت کسری، مبهم کسری، بی‌نهایت بی‌نهایت مبهم در واقع کسری، مبهم کسری در واقع اینم توضیح بدم. مثل اون یکی در واقع این مسئله به وجود میاد، بی نهایت مثلا میکنی حد x بر x، حد x بر x2، حد x2 بر x، x بره به سمت بی نهایت، x بره به سمت بی نهایت، x بره به سمت بی نهایت، x بر x. هر عدد اینجا بذاری ساده میشه، عدد نه علامت، هر عددی بذاریم ساده میشه، میشه یک، حدش برابر با یک. x با x ساده میشه، میشه یک x هم، میشه حد یک x هم، x به سمت بی نهایت برابر میشه با صفر. این x با x ساده میشه، میشه حد x به سمت بی نهایت برابر با بی نهایت. بازم بی نهایت بی نهایت، همش هم به صورت بی نهایت بی نهایت هم بوده، هر سه تا به صورت بی نهایت بی نهایت هم ظاهر شده. بنابراین یکی از فرمها یا صورتها یا شکلهای بی نهایت که از مبهم، مبهم کسری، اینا در واقع دیده میشن. حالا یکی از شاید بپرسه آقا چرا بی‌نهایت به توان صفر یک به توان بی‌نهایت هم مبهم است؟ چرا کنید بی‌نهایت به توان صفر رو میتونیم بنویسیم مثلا آ به توان صفر ضرب در لوگاریتم بی‌نهایت در مربع آ دیگه، چون رو به بی‌نهایت میشه چند میشه بی‌نهایت، صفر در بی‌نهایت مبهم بود دیگه، پس صورت میشه مبهم ظاهر میشه، پس توانی هم رو تبدیل میشن. فقط دقت کنید به این مسئله که خیلی مهمه که به چه صورت با مبهم هم میتونیم کار انجام بدیم که وضعیت به چه صورت مشخص میشه. تا اینجا من تونستیم حدها رو در واقع در بی‌نهایت مشخص کنیم و ببینیم حد چه اتفاقی واسه میفته تو بی‌نهایت. حالا آماده ایم که راجع به حد در چی صحبت کنیم؟ حد در نقاط متناهی. اول نکته اینه که به من اجازه بدید شما من یک مفهومی راجع به حد در نقطه برای شما بگم. یه اتفاقی که تا الان میافتاد، من توی دو جلسه گذشته در خصوص مفهوم حد اومدم از انتها و محدودیت محور حقیقی و اعداد طبیعی استفاده کردم، گفتم مجبورم حد استفاده کنم، چون بی نهایت
مثبت و بی نهایت منفی عدد نیستن، به جای پیدا کردن اف بی نهایت یا اف منفی بی نهایت، گفتن اینا غلطه، از نماد لیمیت اف ایکس ایکس به سمت بی نهایت یا لیمیت اف ایکس ایکس به سمت منفی بی نهایت صحبت کردن. این مفاهیم برای پاسخگویی به اینها درست شده و بعد در ادامه تکنولوژی های خواهم گفت برای محاسبه، روش هایی برای محاسبه اینا فعلا در معرفی یا در اعداد طبیعی که 1, 2, 3, 4, 5 n n به اضافه تا الاخر میده، لیمیت آ n n به سمت بی نهایت، به خاطر که جایی که ما داریم کار میکنیم بی نهایت عدد نیست، فقط بشیم تونیم نزدیک بشیم. حالا میخوام راجع به حد توابع در نقاط متناهی صحبت کنم، یعنی لیمیت اف ایکس ایکس به سمت آ، یعنی حد تابع اف وقتی ایکس به آ میل میکنه. این یعنی چی؟ آ که وجود داره، آ که تو مجموعه داده طبیعی صحیح بود حقیقی وجود داره، من یه محور حقیقی رسم میکنم، این نقطه آ، آ وجود داره، یعنی اف آ رو میتونید بپذیریم، میتونید بگیم تعریف نشده، اف آ معنی داره. شما چرا اینجا این چه معنایی خواهد داد برای ما؟ در قسمت قبل که من از تکنولوژی حد صحبت کردم، چون دو علامت مثبت و منفی بی نهایت در محدوده های محور حقیقی قرار داشت، اینجا چه حقی دارید شما از حد صحبت میکنید؟ درصدی که آ وجود داره، حقیقی و متناهی. نکته جالب و در واقع اصل ایده حد اینجا نهفته است. این خیلی مهمه، همین واقعا این چه معنایی برای ما خواهد داشت؟ بذار اول یه مثال من بزنم، یه مثال در واقع واقعی، بعد بتونید در واقع مفهومی حد هم بگیم، بعد ایشالا راجع به نحوه روش هایی که حدها رو میشونن برای ما مشخص کنن صحبت کنیم. یه بحثی که وجود داره در اسمش چیه؟ سقوط آزاد، یا در واقع اصلا بحث سرعت. ما گفتیم سرعت چی هستش؟ وقتی شما یه فاصله ثابتی رو در زمانهای متفاوت طی میکنید، میگید یه اتفاق افتاده، چون فاصله ثابته ولی چون دو زمان به کار برید. مفهوم سرعت تو فیزیک اینجا به وجود اومد. فرضاً مثلا شما تو پشت ترافیک داری حرکت میکنی توی خیابون شلوغ، به سرعت چیزی به شما که نگاه میکنه سرعت سنج ماشین، هی سرعت داره کم و زیاد میشه، هی کم و زیاد میشه در واقع، یعنی سرعت ثابتی نیست. حالا اگه بخواد توی لحظه سرعت رو مثلا شما ماشین حساب میکنه، مثلا میگه که 20 کیلومتر در ساعت توی یه لحظه چه شده میخوره، این سرعت لحظه‌ای چجوری محاسبه میشه؟ چطور در یک لحظه ما سرعت رو محاسبه میکنیم؟ در ساعتی که سرعت یک واژه‌ای که بین دو نقطه به وجود میاد. ببینید شما از دو نقطه غیر واقع بر هم فاصله ایجاد میکنید، بعد در زمانهای متفاوت این دو نقطه رو طی میکنید، بعد مفهوم سرعت به وجود میاد. حالا چطوری که شما در لحظه از سرعت لحظه ای صحبت میکنیم؟ به خاطر اینکه دقیق‌تر رو بفهمیم، بحث سقوط آزاد رو مطرح کنیم. سقوط آزاد، شما توی ارتفاعی که قرار میگیرید یک شیء رو وقتی رها میکنید، سقوط آزاد رخ میده. خب حالا سوال اینه، اگه من از سقوط آزاد یک شیء رو در واقع دارم از بالا نظاره گرم، خب یه سرعتی داره که این در واقع به زمین نزدیک میشه، یعنی کاهش فاصله ایجاد میشه بین این شی و زمین، درسته؟ اگه بخوام سرعت این در واقع جسمی که از بالا میفته پایین رو محاسبه کنم، چه اتفاق، چطور میتونیم سرعت مثلا این شی رو در هر لحظه مشخص کنیم؟ برای اینکه دقیق‌تر صحبت کنیم، شما برج مثلا میلاد رو تهران نگاه کنید، فرض کنید مثلا ال متر ارتفاعش مثلا 200 متر 300 متر دقیق یادم نیست، در واقع این برج مثلا سی ان تاور تو تورنتو مثلا 480 متر ارتفاع داره، 450 متر حدودا. حالا فرض کنیم مثلا در واقع این ارتفاع این برج میلاد هم مثلا برابر با ال متر، از بالا شما یه توپ رها میکنید، درسته؟ یه توپ رها میکنید، بعد 5 ثانیه سرعت این توپ چقدر؟ بعد از 5 ثانیه، یعنی در لحظه
5 ثانیه پنجم بگید سرعت سوت توپ چقدره. برای اینکه بتونم مدلش کنم و راجع بهش صحبت کنم، گالیله نزدیک به 400 قرن پیش یک مدلی برای سقوط آزاد اجسام در واقع ایجاد کرد. ایشون در آزمایشاتی که انجام داد نشون داد که فاصله افتادن شی، فاصله در واقع متناسب با مربع زمان افتادن، پس فاصله افتادن شی خب متناسب با مربع زمان، یعنی مثلا مربع زمان افتادن، درسته؟ این نکته رو حتما بهش توجه کنید. مثلا برای خط بنویسید نو فاصله افتادن شی متناسب با مربع زمان افتادن. خب اگه من بیام چکار کنم؟ ST را فاصله افتادن شی در لحظه T منظور کنم، اگر ST را فاصله افتادن شی در لحظه T منظور کنم، خب ST متناسب است با T دو مربع. و تو آزمایشات مختلف اگه مثلا مقاومت هوا رو در نظر نگیریم، حذفش کنیم در حالت آزمایشگاهی، اومدن نشون دادن که استی فرمول و مدل ریاضی سقوط آزاد میشه 4.9 در واقع تی دو، این فاصله افتادن، فاصله افتادن از بالا نگاه کنید بشه. خب حالا فاصله افتادن من دارم استی رو، خب وش وقتی شما میگید سرعت متوسط در بازه زمانی مثلا T1 و T2، اگه سرعت متوسط رو در فاصله بازه زمانی من T1 و T2 بخوام محاسبه کنم، velocity of from T1 to T2 در یه پریود زمانی T1 تا T2 مساوی است با S مثلا T2 به اضافه منهای S T1 تقسیم بر T2 منهای T1 دیگه، درسته؟ سرعت چی بود؟ فاصله جا به جایی تقسیم بر زمان بود دیگه، این که ما محاسبه میکردیم. ببینید اینم میشه قابل بحث میشه و قابل محاسبه است، پس میشه مثلا چی؟ 4.9 T2 به توان 2 منهای 4.9 T1 به توان 2 تقسیم بر T2 منهای T1 و این محاسبه میشه. اما مشکل چیه؟ سوال از من اینجوری پرسیده شده، سوال سرعت شی یا همون توپ در لحظه تی مساوی 5 ثانیه پس از رهایی را بیابی. بازه زمانی به من نداده، در یک نقطه تی مساوی 5 از من سرعت میخواد، به این میگن سرعت لحظه‌ای، درسته؟ در لحظه. پس من اگر بیام اینجا 0 بگیرم 5 اینجا باشه، خب ما رو چکار میکنیم؟ خب میگه شما یک کار انجام بدید، اگر میخواید یک کار اتفاق بیفته حسن حد بزنید میزان سرعت رو، 5 رو بگید و 5.1 ثانیه رو، خب 5.1 ثانیه رو در نظر بگیرید تو این بازه سرعت رو محاسبه کنید. خب من اگر میخوام یک جدولی آماده کنم از این مطلب، میتونم در واقع به این مسئله برسم. پس من دیگه سرعت لحظه‌ای رو مشخص کنم، یه بازه زمانی رو خودم فرض میکنم و تو بازه زمانی میام سرعت رو محاسبه میکنم. چجوری؟ یه جدول در نظر میگیرم، بازه زمانی سرعت متوسط. ببینید چیکار میکنم؟ مثلا 5.1، درسته؟ بعد 5.500 تو این فاصله، تو این فاصله 5.1 5.1 هزارم اگر اینها رو لحاظ کنیم،
ما باید توی فرمول قرار بدیم محاسبه کنیم مقدار که اینجا بود چقدر؟ 4.9 تی یک به توان دو تقسیم بر تی دو منهای تی یک. اگه تو اینجا حساب قرار بدیم با ماشین حساب حساب کنیم اینجا میشه 49.49 متر بر ثانیه. اینجا میشه بعد چقدر؟ 49.245 متر بر ثانیه، 49.049 متر بر ثانیه، در آخر 49.240. هر چی بازه پریود بازه رو کوچکتر میکنیم جمع میشن به 9. اینجوری مشخصه سرعت در لحظه در واقع 5 برابر با 49 متر بر ثانیه است. میشه این حدس و زد. این چیزی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم این همون لیمیت ویتیه وقتی تی میده به سمت چند؟ 5. لطفا توجه کنید یا سرعت یا همین در واقع لیمیت اس تی دو منهای اس 5 تقسیم بر تی دو، یا رو تی بذاریم که تی دو نذاریم، تی منهای 5 وقتی تی میده به سمت 5 حد در یک نقطه متراحی، حد به تابع در نقاط متراحی. بچه ها متوجه شدید مفهوم حد در یک نقطه متراحی یعنی چی؟ ابتدای عرضم گفتم چی؟ گفتم عدد 5 که یک عدد متراحیه موجودم هست. چرا شما از لیمیت اف ایکس ایکس به سمت 5 صحبت میکنید؟ خب اف 5 که شما دارید وضعیت چه اتفاق افتاده؟ بله لیمیت اف ایکس ایکس به سمت آ معنای لحظه را میدهد، یعنی حد در یک حد، یعنی حد در یک نقطه متناهی برابر مفهوم لحظه در فیزیک است. پس عملا حد اف ایکس ایکس به سمت آ معنی رفتار بررسی رفتار تابع اف در لحظه تی مساوی با آ را دارد. این هم مثالی که عرض کردم خدمتتون. پس مفهوم حد در یک نقطه متناهی عملا مدل سازی مفهوم لحظه تو فیزیک دقیقا این اتفاق رو میده. شما وقتی میخواید یه لحظه رو مطالعه کنید یه پدیده یه پرتوبه رو پرت میکنید توی یه لحظه میخواید مطالعهش کنید. تو اون لحظه وقتی به اون نقطه میرسید وقتی به اون زمان میرسید اون زمان فنا میشه از بین میره. پس به هیچ عنوان امکان بررسی در لحظه رو ما نداریم. بنابراین وقتی به طور منتالی فکری به لحظه فکر میکنید انگار لحظه وجود نداره چون ما بهش نمیرسی، وقتی میرسی نابود میشه از بین میره. پس یا قبل از اون لحظه یا بعد از اون لحظه باید رفتار رو مطالعه کرد. اما چقدر قبل یا بعدش؟ چقدر قبل یا بعد نقطه آ میتونیم صحبت کنیم؟ بنابراین وقتی میخوام تو لحظه آ صحبت کنم لحظه آ فنا میشه، فناپذیر لحظه. یک مقدار جلوتر یا عقبتر، یک مقدار جلوتر یا عقبتر، این مفهوم همون معنی لیمیت رو میده. برای میل کردن به نقطه آ رفتن به سمت آ یا از راست یا از چپ ولی به آ نرسیدن. چرا نرسیدن؟ وجود داره از لحاظ واقع. زمانی که میخوای اون لحظه رو در نوردی از بین میره امکان اون لحظه یعنی که اصلا گروه وقتی وجود نداره. برای من در این مقدار اصلا با چیزی که کار ندارم آه با آ کار ندارم، با قبل از آ یا بعد از آ. مثال بدونی سرعت رو در کجا میخواستم؟ در 5 5.1 حالا با اول کامپیوتر ها بیتونی 5.5 × 0.1 ببین چه عددی اتفاق رخ میده که این همون مفهوم حدی هستش که ما راجبش صحبت میکنیم. خب در آینده در قسمت بعد من این بحث رو به طور ویژه صحبت میکنم
و ویژگی ها و تکنیک های محاسبه حد در این نقطه مطالعه رو اشاره خواهم کرد. موفق باشید.